سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان یک تن را در جوزجان کشتند. یک دختر 18 ساله در بامیان خود را حلق‌آویز کرد. شیوع ویروس آبله مرغان در رخه پنجشیر در واقع مثبت ثبت شد. و همچنان در پایان فصل شادی و سرور آغاز شد. مشروع خبرها. منابع محلی در جوزجان میگویند که طالبان یک تن را در این ولایت پس از آن کشتند که از برادرش خواسته بودند تا از خارج کشور به افغانستان برگردد، ولی وی بر نگشته است. منابع میگویند که این فرد حفیظ الله نام داشت و باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بود. به گفته منابع، جنگجویان طالب را دو شب قبل در مقابل چشمان همسر و فرزندانش به ضرب گلوله کشته و جسدش را با خود بردند. منابع می‌افزایند که برادر حفیظ الله در زمان حکومت پیشین در یکی از مؤسسه‌های خارجی کار می‌کرد و پس از تسلط این گروه در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شده است. طبق اظهارات منابع، این گروه چندین مرتبه از حفیظ الله خواسته بودند که با برادرش در ارتباط شود و از وی بخواهد تا به کشور برگردد، اما برادرش به دلیل تهدیدات امنیتی به خواست این گروه پاسخ رد داده بود. خانواده این فرد خواهان دریافت جسد وی شدند، اما این گروه به درخواست این خانواده پاسخ رد دادند. در همین حال عبدالصدال حلیمی، سخنگوی فرماندهی امنیت گروه در جوزجان، دست داشتن اعضای این گروه در قتل حفیظ الله را رد کرده و میگوید که او توسط تفنگداران مسلح ناشناس به قتل رسیده است. وی همچنان اضافه کرده است که تحقیقات به منظور روشن شدن انگیزه قتل و شناسایی عاملان آن جریان دارد. این در حالی است که طالبان در ماه جوزای سال روان یک کارمند مؤسسه آلمانی گیز را در شهر کابل پس از آن کشتند که پسرش را گروگان گرفته بودند تا به کشور برگردد. برخم اعلام عمومی از سوی این گروه همواره کارمندان حکومت پیشین، مؤسسات بین‌المللی و دیگر غیر نظامیان و نظامیان را به بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه کرده و حتی به قتل می‌رسانند. یک دختر 18 ساله در بامیان خود را حلق‌آویز کرد. منابع محلی در بامیان از خودکشی یک دختر 18 ساله در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد حوالی ساعت 10 سه شنبه شب در شهرک ملاغلام از مربوطات مرکز بامیان رخ داده است. این دختر نیلوفر نام داشته است و تاکنون انگیزه خودکشی این دختر معلوم نیست. شیوع ویروس آبله مرغان در رخه پنجشیر ده واقع مثبت ثبت شد. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر از شیوع ویروس آبله مرغان در ولسوالی رخه این ولایت خبر می‌دهند. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر روز سه شنبه به نقل از اسدالله نژاد، رئیس ساعت آمین گروه برای این ولایت، در توییت نوشته است که دست کم ده واقع مثبت آبله مرغان در روستای درخیل ولسوالی رخه ثبت شده است. نجات تأکید کرده است که تیم‌های صحی آنان برای مقابله با این ویروس به ولسوالی را خیزام شدند. تاجدین سروج، خبرنگار افغانستان انترنشنال، در سایت رسمی خود چنین گزارش می‌دهد: حفیظ منصور، عضو ارشد جبهه مقاومت، در گفتگوی اختصاصی با رسانه افغانستان انترنشنال می‌گوید که امسال جنگ‌های شدید و فراگیر این جبهه علیه طالبان آغاز می‌شود. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی افغانستان در سایت رسمی خود چنین گزارش داده بود: نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در دو عملیات جداگانه ضربات سخت به طالبان تروریست وارد کردند. نیروهای چریکی جبهه مقاومت ملی در عملیات در مرکز ولایت کاپیسا ضربه غافلگیرکننده به دشمن وارد کرده که 6 طالب را کشته و 4 تن دیگرشان را زخمی ساختند. در همین تاریخ نیروهای جبهه مقاومت ملی با یک عملیات برق‌آسا در شهر طالقان مرکز ولایت تخار ضربه سخت بر دشمن وارد کرده و شمار از آنان از جمله آمر کشف گروه اراسفگن طالب را به قتل رساندند. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیبی وارد نشده و چریکی‌های رزمنده جبهه مقاومت صحیح و سالم به قرارگاه‌هایشان برگشتند. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. کمک نقدی ملل متحد به مهاجرین افغان که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه جون 2.23 میلیون دلار را با آن شمار مهاجرین افغان که داوطلبانه به کشورشان برگشتند توزیع کرده است. بر اساس گزارش تازه این کمیشنری، از مجموع کمک‌های نقدی به عودت‌کنندگان داوطلب 1.7 میلیون دلار در ربع دوم و 5.30 دلار نیز در ربع اول توزیع شده است. کمیشنری عالی ملل متحد گفته از خانواده های عودت کننده 700 دلار، یعنی برای یک خانواده دو نفره یا بیشتر، یا 350 برای افراد مجرد داده، یا اگر بخش از خانواده وارد شده باشند 350 دلار باقی مانده در صورت ورود و زمانی که بقیه اعضای خانواده وارد شوند صادر خواهد شد.
گزارش گفته است که از اول اگست 2022 کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دلیل افزایش از هزینه‌های زندگی در افغانستان مبلغ کمک مالی نقدی را برای هر نفر افزایش داده است. با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، علاوه بر کمک‌های نقدی به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی فعلی در افغانستان، خانواده‌های مهاجر که پس از اول جنوری 2023 بازگردانده شدند، تقریباً 3 ماه پس از ورود به مناطق مبدا یا مقصد مورد نظرشان یک بار کمک هزینه اضافی نیز برای ادغام مجدد دریافت خواهند کرد. کمیشنری عالی ملل متحد همچنان گفته است که این کمک مالی برای حمایت از ادغام مجدد با تمدید حمایت مالی برای 3 ماه دیگر در نظر گرفته شده است. گزارش گفته است علاوه بر کمک‌های نقدی، پناهندگان بازگشته از مراقبت‌های بهداشتی اولیه و مسکن شبانه در صورت نیاز برخوردار می‌شوند. آنها همچنین ممکن است خدمات دیگری را دریافت کنند که توسط شرکای دیگر حاضر در هر مرکز توزیع کمک‌های نقدی ارائه می‌شود. بر اساس آمار ملل متحد در سال روان میلادی بیش از 5800 مهاجر افغان به صورت داوطلب به کشورشان برگشتند. بیشترین مهاجرین شامل عودت کنندگان از کشورهای پاکستان و ایران می شود. عودت کنندگان دلیل اصلی بازگشت از ایران و پاکستان را هزینه زندگی و نبود فرصتهای شغلی در کشورهای میزبان، بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان و پیوستن به خانواده هایشان عنوان کردند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد پیش از این گزارش داده بود که از جنوری تا می سال روان میلادی بیش از 299,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان به گونه اجباری بازگشتانده شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش ماه جون اعلام کرد که در این مدت بیش از 266,000 نفر از ایران و حدود 24,000 نفر از کشور پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. امیری: سرکوب زنان افغان توسط طالبان عواقب خطرناک برای جهان اسلام خواهد داشت. رینا امیری، نماینده ویژه امور وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان، پس از دیدار با نمایندگان برخی کشورهای اسلامی گفته است که برخورد خشونت‌آمیز و سرکوب زنان و دختران توسط این گروه در افغانستان عواقب خطرناک برای کشورهای اسلامی خواهد داشت. امیری روز پنج شنبه در رشته تویت‌هایی گفته است کشورهایی که اکثریت جمعیت آن مسلمانان است در مورد عواقب بدرفتاری طالبان با زنان و دختران در افغانستان هشدار دادند. او نگاشته توافق گسترده وجود داشت که سرکوب شدید زنان و دختران افغان یک پیشایند، یعنی سرآغاز خطرناکی به ویژه برای کشورهای دارای اکثریت مسلمان ایجاد میکند. این سیاست‌ها نباید عادی شود و جهان باید در کنار زنان و دختران افغان بیستد. به گفته امیری، نمایندگان کشورهای اسلامی به او گفتند که حقوق زنان در دین اسلام محفوظ است و برای پیشرفت اقتصادی و ثبات نقش کلیدی دارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشه.